سلام بر شما، با برنامه تیک تاک و بررسی آخرین اخبار و تحولات در خدمت شما هستیم. امروز مردم محروم و شورشی قیزانی اهواز به علت قطعی طولانی آب دست به تجمع اعتراضی زدند. جوانان جاده اهواز، رام هرمز، امیدیه را بستند و فریادهای اعتراضی سر دادند. پاسداران وحشت زده به سمت مردم شلیک کردند که به گزارش‌های رسیده تا این لحظه 4 تن زخمی شدند. جوانان هم در مقابل با سنگ و چوب به سمت پاسداران حمله کردند که به گفته پاسدار دالوند، سرکرده انتظامی اهواز، چند پاسدار به شدت مجروح شدند. بله، مردم استانی که روی اقیانوس نفت و گاز هستند، مردم در کنار کارون سرشار از آب، مثل سایر مردم ایران از ابتدایی ترین الزامات زندگی، حتی آب هم محرومند. و وقتی دست به اعتراض میزنن، رژیم پاسخشون رو با گلوله میده. همون رژیمی که به گفته فلاحت پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت مجلس ارتجا، 30 میلیارد دلار از جیب همین مردم فقط به بشار اسد میده. بی‌جهت نیست که خود کارگزاران و رسانه‌های حکومتی پیاپی اخطار میدند نظام روی بشکه باروت قرار داره. و اما برنامه‌های امروز. 21 اردیبهشت، یک رخداد مرموز، انفجار نافچه کنارک رژیم نزدیک بندر جاسک چه شد؟ شلیک نافچه جماران، جنگ الکترونیک، خطای ارتباطی، رخدادی که بعد از 2 هفته هنوز در پس پرده است. بررسی در گفتگوی کارشناسانه با مجید حریری. پسا کرونا، پسا تحریم، سراب یا واقعیت، ظرفیت‌های نظام و تاب‌آوری در برابر بحران‌ها، لرستان و کردستان و نرخ فلاکت، موجی خطرناکتر و مخوفتر از کرونا در بررسی رسانه‌ها و روزنامه‌های حکومتی. آیا با فاصله گرفتن 2 متر از هم می‌توانیم جلوی گسترش کرونا را بگیریم؟ ریزرات بزاقی و کووید 19، بررسی نتیجه کاوش دانشمندان، آخوند روحانی، بحران کرونا، در جلسه امروز ستاد به اصطلاح مقابله با کرونا چه گذشت؟ روحانی چه گفت و چرا؟ بررسی در گفتگوی سیاسی. شما با برنامه تیک تاک همراه هستید. در این قسمت همراه میشیم با بخش فضای مجازی برای بررسی شبکه‌های اجتماعی. سلام بر شما. من هم سلام میکنم به شما و درود میفرستم به همه همراهان عزیزمون.
افزایش قیمت در حکومت آخوندها خیلی وقته که چیز چندان عجیبی نیست، اما افزایش ناگهانی و نجومی قیمت‌های خودرو، به خصوص خودروهایی مثل پراید که در ایران آخوندزاده به آنها تابوت سیار هم میگن، تعجب خیلی ها رو برانگیخت. به فاصله کوتاهی از این خبر، عکس‌های مختلفی از انبارهای احتکار خودروها در فضای مجازی منتشر شد. کاربری با انتشار این عکس نوشته: ده‌ها هزار خودرو برای گرانفروشی و کسب منافع کلان بیشتر در پارکینگ‌های خودروسازان دپو و احتکار شده است. مدیر عامل ایران خودرو گفت: خودرو احتکار نکرده ایم. برخی از خودروها نقص قطعه دارند. خیلی جالبه، چون نام جدید احتکار شده نقص قطعه. کاربر دیگه عکس رو از یک دیگه از این انبارها منتشر کرده و نوشته: احتکار سازمان اتکا مربوط به سپاه و ارتش. این همه خودرو توی پارکینگ دارن ولی وارد بازار نمی کنن تا قیمت ماشین پایین نیاد. در عکس دیگه میبینیم که نوشته: سلطان احتکار فقط سازمان اتکا که مربوط به سپاه و ارتشه و از خودروهای لوکس گرفته تا کامیون و خودروهای سایپا و ایران خودرو توش احتکار شده. بعد مردم رو با کشف کارگاه‌های 9 تا 10 تا ماشین گول میزنن. در این وضعیت رژیم تلاش کرده که با نمایش‌های مختلف در واقع نمایش مبارزه با فساد بذاره. از جمله برنامه‌هایی که در صدا و سیمای حکومتی پخش می‌کنه یا معرفی سلطان‌های احتکار. کاربری در همین رابطه نوشته: کدوم شخص حقیقی بدون هیچ رابطه و نفوذی می‌تونه این همه خودرو بخره؟ الان که سلطان تو زندانه قیمت اومده پایین، سلطان سکه که اعلام شد سکه ارزون شد، مشکل جای دیگه است. و کاربر دیگه هم با اشاره به همین موضوع نوشته: با اعدام سلطان ها سکه و دلار ارزان شد. بی خود چاخ و برگ ها را هرس نکنید. ریشه این درخت فاسد است، چون دزد و داروغه در این مملکت شریکند. و البته این احتکار فقط مربوط به خودرو نیست و هر چند وقت یه بار خبرهای مختلفی در همین رابطه منتشر میشه. از جمله در یکی دیگه از کاربران با انتشار فیلمی از احتکار تراکتورها نوشته: در حالی که کشاورزان از همه امکانات و پشتیبانی دولتی محروم هستند، نگاه کنین این همه تراکتور رو چطور احتکار کردن که مشخصه که اینها در دست مافیاهای دولتی هستند. و کاربر دیگه هم فیلمی رو از انبار احتکار شکر منتشر کرده در حالی که نایاب هست. الان هر بازرگانی که بری بگی آقا من شکر میخوام میگه نداره. خدا وکیلی انباره نگاه کنی. حالا این سمت رو نگاه کنی. روی چشم نمیگیرم. بله، دست های پشت پرده احتکار خودرو و شکر و سایر چیزها همون دست هایی هستن که برای گرون شدن مرغ و از پایین آمدن قیمت مرغ، جوجه های یک روزه رو کشتار میکنن و همون هایی هستن که دستشون در افزایش قیمت دلار و فسادهای پشت پرده است و اون هم چیزی نیست جز مافیای سیستماتیک حکومتی و سپاه تروریست پاسداران. ممنون که با گزارش امروز همراه بودین. تا فرصت دیگه خدا نگهدار و توجهتون رو به سایر بخش‌ها جلب می‌کنم. روز 21 اردیبهشت ناوچه کنارک رژیم منهدم شد. این رخداد در نزدیک بندر جاسک اتفاق افتاد که طبق گفته رژیم باعث کشته شدن 19 تن و مجروح شدن 15 نفر دیگه شد. ناوچه کنارک با 47 متر طول و 8.5 متر عرض ساخت کشور هلنده که پیش از انقلاب ضد سلطنتی شاه اون رو خریداری کرده و در نهایت هم به چنین سرنوشتی دچار شد. درباره علت این حادثه خبرهای مختلفی منتشر شد، از شلیک موشک، از ناوچه جماران رژیم تا جنگ الکترونیک و خطای ارتباطی. اما ارتش تحت امر آخوندها در اطلاعیه که منتشر کرد ضمن تایید انهدام ناوچه کنارک هیچ اشاره‌ای به علت این حادثه نکرد، موضوعی که این پدیده رو بیشتر در حاله‌ای از ابهام گذاشت و انفجار کنارک رو تبدیل به رخدادی مرموز کرد. اما سوال مهمتری هم هست، اون هم این که با توجه به تبلیغات گسترده رژیم درباره قدرت نیروی دریایی تحت امرش که این حوادث نقیض این ادعا هست، واقعاً قدرت نیروی دریایی نظام چقدره؟ آقای مجید حریری در استودیو با ما هستند برای بررسی کارشناسانه این موضوعات. سلام بر شما، خدا قوت و تشکر از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه تیک تاک قرار دادید. سلام به شما و با سلام به هموطنان عزیز در داخل و خارج کشور. بفرمایید. بله.
آقای حریری، روز پنجشنبه مهرآبی سرکرده منطقه نیروی دریایی رژیم گفت بررسی کارشناسی حادثه ناو کنارک در دست اجراست. حالا سوال اینجاست که این موضوع مگه چقدر پیچیده است که دو هفته است هنوز گذشته و هنوز دارن بررسی میکنن و اساسا آخرین وضعیت این موضوع کنارک چی؟ اگه بشه برای ما توضیح بدید لطفا. بله، همونطور که خودتون در سوال گفتید، بعد از دو هفته همچنان اینا ابهام و سوال رو باقی گذاشتند، همچنان که چه در مورد بیماری کرونا یا در مورد سایر مسائل ما شاهد هستیم که این رژیم با پنهانکاری و دروغگویی تنظیم میکنه. توی اخباری که منتشر کردن بعد از 12 روز، یعنی روز پنجشنبه، اینها جنازه ها رو توی 7 استان به خاک سپردند، ولی تا الان هیچ گونه توضیح روشنی ندادند. به همین علت هم به خاطر اینکه توضیح ندادن، هی ابهامات افزایش پیدا کرده و سناریوهای مختلف تشدید شده. حالا طبق گزارشاتی که از درون رژیم به دست مقاومت رسیده، این یک تمرین نظامی بوده برای آزمایش، من مختصر بهش میگم تا بپردازیم به اصل موضوع. بله. یک تمرین نظامی بوده برای اینکه یک موشکی رو آزمایش کنه، موشک کروز از نوع نور که کپی برداری از یک موشک کروز چینی هستش، ولی خب این موشک چون در هدف یابی در انتها اینجوری تنظیم میشه که قفل میکنه روی هدف و این ناوچه که داشته هدف گذاری میکرده و فاصله نگرفته بوده به ناوچه میخوره که هدف بزرگتری بوده و 19 نفر کشته میشن و 15 نفر مجروح میشن حداقل طبق آماری که هست، و خود این مسئلهش تبدیل شده یک به بحران و بحران بزرگ در درون نیروهای نظامی رژیم. به همین خاطر اینا تلاش بسیاری کردن که با طرح مسائل مختلف بپوشونن. مثلا یکی از اولیه ترین مسائلی که روشن نشده، اینا بین گفتن این حادثه در بین چاه بهار و بندر جاسک انجام شده، این فاصله حدود 300 کیلومتره، در حالی که شواهد بیشتر نشون میده که این ناوچه محل استقرارش در بندر کنارک بوده که بندر کنارک هم نزدیک چاه بهاره و حدود 270 کیلومتر با بندر چاسک فاصله داره. ولی حاضر نیستم کوچکترین مسئله که در حالی که ماهیگیرا رفتن اینا رو بیرون کشیدن. این نکته فضاحت اول بود. یکی از نکاتی که در گزارشات داخل رژیم توش منعکس شده این هست که این ناوچه پر مهمات هم بوده، یعنی خطاهای متعدد نظامی منجر به این فاجعه شده. نکته بعدی اینه که طبق ویدیو کلیپایی که پخش شده، اینها رو اولین بار، یعنی این حادثه بین ساعت 13 یعنی 1 تا 2 یک شنبه 21 اردیبهشت صورت گرفته، در حالی که کمکی که بهشون رسیده 5-6 ساعت بعد، ساعت حوالی 7 بعد از ظهر از طرف نیرو دریایی ارتش بوده. ساعت 3 یک سری ماهیگیر که در اونجا بودند اینا رو مشاهده میکنن که در فاصله 10 مایلیشون بوده و تا میرسن اونجا حدود 1.5 ساعت طول میکشه. بنابراین میبینین که خود این موضوع دوم یک فضاحت بزرگتری هست، یعنی اگر مانور یا حتی اگر تمرینه، پس چطور نیروهای نظامی وجود ندارند؟ و اینا سوالات رو اضافه کرده. ولی ابعاد بزرگتر قضیه راجع به تأثیراتش که من می‌خواستم بیشتر براتون توضیح بدم. بله. حالا سوال بعدی الان اینجا هستش که از طرف نیروی دریایی رژیم بعد از این موضوع و همه این اقداماتی که صورت گرفته و اتفاقاتی که افتاده، این نیروی دریایی رژیم بعد از این رخ داده چه اقداماتی کرده؟ این رو هم میشه لطفاً توضیح بدین؟ بله. ببینید، عیناً مثل همه حوادث دیگه که از قیام آبان سال گذشته بگیرید تا هواپیمایی اوکراین، اینا به جای اینکه به حل و فصل مسئله و رسیدگی به افراد برسن، اولین اقدامی که کردن دستورات امنیتی دادن، تهدید کردن پرسنلی که توی جریان بودند که اگر کوچکترین حرفی راجع به این موضوع بزنید بعد با عواقبش روبرو میشین. بنابراین تمام سیستما رو بستن، به طوری که طبق گزارشاتی که به دست محمد رسیده، حتی استانداری سیستان بلوچستان که این حادثه در اونجا صورت گرفته، یا سایر ارگانهای دولتی که تو چابهار هستن و خب باید رسیدگی کنن به این مسئله، هیچ کدوم گزارش روشنی را الان ندارن. روشن نیست اصلا دقیقاً چی شده، چه اتفاقی افتاده و اینها اقدامات اولیه‌شون بوده. علاوه بر اینها یک سری هم اقداماتی کردن که جلوی نارضایتی خانواده‌ها و افرادی که زایه دیدن بگیرن، از جمله حبیب الله سیاری که جانشین فرمانده
ارتش یا هماهنگ کننده ارتش هست، یک نمایش مصنوعی رفت 3 تا از این مجروحین رو ملاقات کرد و در یه سوال جواب مسخره از اونا پرسید که اگه شما دوباره بخواید برگردین سر چه کاری میرین، چه کار میکنین؟ اینا هم گفتن ما برمیگردیم سر کار. هر کس که اینو مشاهده کرده به خوبی دیده که کاملا مصنوعی است. بله، الان شما اشاره کردیم و توضیح دادیم به اینکه در واقع رژیم این موضوع رو امنیتی کرده و تهدید کرده. حالا سوال اینجاست که این حادثه روی نیروهای نظامی رژیم چه تأثیری داشته؟ بله، ببینید این همون بُعد اصلی قضیه هستش که به شدت این باعث نارضایتی در درون نیروهای نظامی ارتش و سپاه شده. چون شما میدونید که این رژیم مدعیه که میخواد دریای عمان و خلیج فارس رو ببنده و اینجا صحنه جنگشه. حالا توی شرایط جنگی، یعنی یه نیرویی که به اصطلاح خودش در آمادگی کامل هست، چطور یک تمرین ساده تبدیل به این فاجعه میشه؟ بنابراین اگه بخواد با یک صحنه واقعی روبرو بشن، فجایع بسیار بزرگتری اتفاق میفته. در خود درون ارگانهای نظامی این سوال مطرحه که اگر چنین اتفاقی در سایر کشورها میافتاد، حداقلش این بود که فرمانده نیرو باید استعفا میکرد و بعدم باید کسانی که نقش داشتن تو این فاجعه اینا باید محاکمه میشدن، ولی این کار رو نکردم و این باعث تشدید نارضایتی در بین پرسنل شده. علاوه بر اینها می‌خواستم اشاره کنم که بله، این اولین اتفاق نیستش که داره میفته. یک نمونه مشابه که الان همه تو رسانه‌ها و حتی تو رسانه‌های بین‌المللی خیلی مطرح شده، همین داستان هواپیمای اوکراینه که توسط موشکی سپاه، اونم در شرایط مشابهی، یعنی در شرایطی که آماده باش بودند، به خیال خودشون میگفتن که آماده حمله نظامی هستن، احتمالاً تو این شرایط میزنن. این به خوبی نشون دهنده وضعیت بحرانی رژیم هست و ضعف نیروهای نظامیش. علاوه بر اینها باید اشاره کنم که این ناو جماران که الان مطرح میشه که این موشک از اون ناو به این ناو شلیک شده، به اصطلاح خودشون بزرگترین ناوهای رژیم هستن. ولی جهت اطلاع بینندگان، این ناوهایی که رژیم آخوندی داره در واقع کوچکترین، یعنی سبکترین نوع ناو هست به لحاظ نظامی و پایینترین مدلش. اینا از این ناو که خودشون میگن کلاس موج، یعنی نوع اونو کلاس موج میگن، 3 تا از این نوع ناو داشتن که اتفاقا یکی دیگه از همین ناوها این ناو جماران هست اسمش، و ناوهای قبلیشون یه ناو جماران 2 در بندر انزلی در دی و بهمن 96 در یه حادثه مشابه حساب به موشکن خورد و غرق شد. بله، این خلاصه مجموعه نشون دهنده ضعف بنیادین رژیم و عدم آمادگیشون و وضعیت بحرانی هست که رژیم باش روبرو. بله، با تشکر بسیار از شما و توضیحات روشنگری که دادین و وقتی که در اختیار ما و بینندگان برنامه تیک تاک گذاشتین. با تشکر. ممنون.